گرفتار شدن در چنگال اهریمن اعتیاد قدم گذاشتن به دنیای تاریکی ها و فناست. برای رهایی از بیماری اعتیاد همچون مواد مخدر، الکل، قمار، سیگار و دیگر اعتیادات، سیامک افشار در مؤسسه ترانسفورمینگ لایف سنتر با سالیان تجربه شخصی و حرفه‌ای دست یاری به سوی شما دراز می‌کند. سیامک افشار در مؤسسه ترانسفورمینگ لایف سنتر که دارای کلی امکانات و تجهیزات لازم و محیطی سرسبز و دلانگیز و آرامش بخش است، با سرویس کامل پذیرایی بیماران گرفتار شده به اعتیاد را بار دیگر به زندگی پر از تندرستی و خوشبختی باز می‌گرداند. مؤسسه تولدی دیگر یا ترانسفورمینگ لایف سنتر به بیماران اعتیاد که در مرحله انکار می‌باشند با مداخلات حرفه‌ای که به اینترونشن معروف است، به بیماران اعتیاد یاری می‌رساند. تلفن ترانسفورمینگ لایف سنتر را به خاطر بسپارید: 949-910-3585 و یا 818-590-0134. زندگی زیباست. درود بر شما بینندگان گرامی برنامه مداخله در تلویزیون یا شبکه رویال تایم تیوی. من سیامک هستم، یک جوان ایرانی با داشتن بیماری اعتیاد و 36 سال و چند روزی پاکی. هفته پیش جای شما هموطنان خالی گرد همایی داشتیم و سکه‌ای که روش نوشته بود 36 سال رد و بدل شد و یه کیکی روشن کردیم و خاموش کردیم و صرف کردیم. جاتون خالی بود. در گروه روان درمانی خانواده هامون که چهارشنبه شب هاست و چند تا دوستانی لطف کرده بودن اومده بودن و تونستیم بشینیم یک بار دیگه. من ابراز قدردانی از حمایتی که از دوستان نزدیکان، مخصوصا خانواده، برادرم، خواهرم، مادر گرامی دارم میگیرم و همیشه گرفتم برای این 36 سال پاکیم، و بلکه از پروردگار متعالم که همچنان همیشه با من بوده. یه قدرت عالی، قدرتی بالا، بزرگتر قدرت انسانی، من بهش میگم قدرت الهی، که تونستم برای مدت 36 سال پاکیم رو حفظ کنم و در حدود قدرتم هم بهبودی بگیرم از ویژگی های اخلاقی، باورهای ناسالمی که در دوران تخریب هم داشتم، قبل از بعد و اعتیاد هم داشتم و حتی در دوران پاکیم تجربه کردم، داشتم و هنوزم دارم. خوشبختی اینه که، یا خوشحالی اینه که، چون هنوزم دارم به خودم نگاه میکنم، نگاهی عمیق در اوقاتی در جلسات که میشینم یا در خلوت خودم یا با راهنمام یا با خوندن یک کتاب، امید هست که بازم بتونم به این نواقص اخلاقی پی ببرم و با کمک برنامه که کار میکنم بهشون بپردازم و با امید پروردگارم بهبودی بگیرم ازشون. این یه نعمتیه که نصیب ما بچه‌هایی که بیدار شدیم و به خودمون پرداختیم شده. واقعا نعمتی که نصیب ما شده. من اینو از صمیم قلب قبول دارم. خیلی از انسان‌ها به این دنیا میان و یه روز هم از این دنیا میرن و حتی متوجه نمیشن چی شد و چی نشد و چرا. تقریبا میشه گفت یه حالت قربانی برای اتفاقاتی که افتاده، خودشونم مرسوم میکنن. یعنی من یه قربانیم، من به هم آسیب رسید، من طلاقم دادن، من بیرونم کردن، من این و اون. در جایی که ما بچه هایی که دوباره به زندگی برمیگردیم یا
به ما میگن از جهنم برگشتگان، یه فرصتی نوین به ما داده میشه. اکثرمون، نمیتونم بگم هممون، از این فرصت واقعا به نحو احسن استفاده میکنیم که ببینیم اصلا ما کی هستیم، چه نواقص اخلاقی در ما، ویژگی ها، خصوصیات اخلاقی ما رو به این طرف کشید، به طرف استفاده مواد، مشروب، سیگار، قمار، بازی کردن و و و بازی کردن منظورم تنها قمار بازی نیست، قمار بازی کردن گیم های به خصوصی که خودش یه اعتیادیه. ما این فرصت رو پیدا میکنیم که این چشما رو برگردونیم 180 درجه و به درون خودمون بنگریم. نه هر کسی همچین فرصتی پیدا میکنه، یعنی موقعیتی که راحت‌تر بتونه این مسئله رو کشف کنه. بله، انسان‌های دیگه که معتاد الکلی نمیشن میتونن با رفتن به سمینارهای خیلی تاثیرگذار، که خوندن کتاب‌های تاثیرگذار، دیدن یه روانکاو یا روانشناس تاثیرگذار به این مسئله واقف بشن. اینا قبول دارم. ولی ما از جهنم برگشتگان این فرصت به ما قشنگ داده میشه با رفتن به جلساتی که برای حفظ پاکیمون و کسب بهبودیمون باید بریم، و در کنارش هم از این دوست اون دوست که همیار ماست یاد میگیریم که یا آگاهی پیدا میکنیم که گروه روان درمانی هم هست، روانشناس، روانکاو، مشاوری هم هست که میتونه به ما عمیق‌تر کمک کنه. جلسات 12 احکام به تنهایی به نظر من میتونه از پس یک معتاد الکلی در بیاد، ولی دیگه خیلی کمتر انسان‌ها، ماها فقط یک معتاد الکلی هستیم. خیلیمون آسیب‌های خیلی سرسختی دیدیم، خیلیمون بیماری‌های روانی یا دوگانه داریم، حداقل همون افسردگی یا وسواسی و و و. برای همین گروه های روان درمانی، یک روانکاو، یک روانشناس، حتی در مواقع روانپزشک میتونه کمک کنه به کسب بهبودی بهتری، عمیق‌تری و سریع‌تر. جلسه 12 کامه خیلی سلو پروسسش، سلسله مراتبش آروم انجام میشه. یکی میتونه 2 سال کار کنه تا بعد از 2 سال پاکیش و رفتن به جلسات و راه نما داشتن و قدم کار کردن شاید بتونه قدم ها رو تموم کنه، و تموم کردن قدم ها به تنهایی این تمام مشکلاتی که من میگم و بهش نمیپردازه، مخصوصا بیماری های روانی سخت یا آسیب های خیلی سختی که ما به خانواده هم رسوندیم یا خوردیم، آسیب هایی که رو ما پیاده شده. اینجور مسائل یک حرفه‌ای، یک کلینیشن میگن، کسی که مدارک عالیه داره، سالها سال تجربه داره، بیماری اعتیاد میشناسه، بیماری وابستگی های متقابلی میشناسه، رابطه این دوتا رو خوب میشناسه، میتونه به ما کمک کنه. و من معتقدم که این کمک برای هر کدوم از ماها وجود داره، فقط باید آماده باشیم، فقط باید متعهد باشیم و قدرت توانی داشته باشیم که خودمون رو واگذار کنیم، هم به یک راهنما در جلسات خودمون، انجمن خودمون، هم به یک روان مشاور، روانکاو، و حتی یک روانشناس، و حتی اگه لازم باشه یک روان پزشک. البته این سلسله مراتبیه که ما بچه هایی که تخریب بودیم برای بیماری اعتیاد، از عذاب میکشیدیم از بیماری اعتیاد یا الکلیسم که فرقی نداره چندان من میگم، ولی خانواده ما هم همچنان که همیشه گفتم و میگم، آنها هم میتونن از روانکاوی لازم
برای خودشون کمک بگیرن. هفته پیش دوستی زنگ زدن، اگه اشتباه نکنم دو هفته پیش ببخشیم، رانتر راجع به دوست دیگرشون گویا که کمک میخوان و من ازشون خواهش کردم که با من تماس بگیرن، ولی هیچ موقع به من زنگ نزدن. اگه برنامه من نگاه میکنین دوست گرامی، خواهش میکنم با شماره که رو صفحه تلویزیونه تماس بگیرین و بذارین ببینم چه کمکی میتونم به دوستون بکنم. بله بفرمایید، رو آنتن هستیم. سلام عرض کردم، خسته نباشید. مرسی، قربان شما. خواستم اول تشکر بکنم از برنامه‌های خوب آموزنده‌تون که من همیشه به شخص فالو میکنم و بعد یه سال از خدمتتون داشتم. ما از این نظرمون برای ترک مواد مخدر از ایهر استفاده کرده، ولی همیشه میانیش نگرانه، میگه میترسم که یه موقع بیاد و دوباره شروع کنه. سوال من اینه، آیا شما راهنمودی یا راهنمای چیزی داری که اگر انشاءالله به امید از خدا به سلامتی آمد بیرون دیگه این کار انجام نده یا بدبخته نشه؟ بله خب مسلماً کمک وجود داره. میشه بفرمایید ایشون کجا، چه شهری هستن؟ صدای منو دارین؟ بله بله. عرض کردم کدوم شهر این بیمار هستن؟ کجا دارن بهبودی میگیرن؟ این اقوام کدوم شهرن؟ اقوام ما واشنگتن دی سی هستن. اوکی، واشنگتن دی سی. ویری گود. اوکی. بله، در واشنگتن دی سی میتونم بگم در هر شهری در آمریکا، اولا پروگرامی که رفتن معمولا پروگرام ها افترکر هم دارن. افترکر فارسیشو نمیدونم چی میشه، یه سلسله مراتب فالو آب کردن بعد از ریهاب، بعد توان بخشی مثلا شاید. بله توان بخشی مریض میکنم بعد از پروسس و دوره. دقیقا حتما بیماریشون اون افترکر ثبت نام بکنن و ادامه بدن و در طول مدت زمان ریهاب هم مشاورین معمولا بیماران رو تشویق میکنن که برن. اکثر اونا هم حتی بیمارا رو میبرن، خودشون سوار اتوبوس مینیبوس میکنن میبرن به جلسات 12 گامه مربوطه برای الکلیا، معتادا، مروانا، قمار، هر کدوم باشه و اون شخص بیمار باید انشالله در از این جلسات دوست پیدا کنه. بهش ما میگیم سوبر سوشال سپورت گروپ، بچه های پاک در حال بهبودی، با اونا دوست بشه، باید دوست پیدا کنه و یه دونه هم راهنما بهش میگن سپانسر، یه راهنما پیدا کنه و باید با اونا رابطهشو نزدیک بکنه، یه مقدار اینوست کنه، یعنی وقت و زمان همت بذاره با اونا که با اونا دوست بشه، که زمانی که پروگرامش تموم شد که دیگه اونا کارمندان پروگرام، مشاورین پروگرام ایشونو دیگه مجبور نیستن ببرن به این جلسات، خودش بتونه ادامه بده، بره به این جلسات 12 گامه. و همینطور هم اگر روانکاو، روانشناس به خصوصی داره میبینه ادامه بده 100%. اگر درمان پزشک میبینه و دارو درمانی داره میشه اونا رو ادامه بده. داروهای آیا مدت خاصی داره؟ آیا زمان خاصی داره برای این دوره هایی که شما الان گفتید؟ من نوت برداری کردم، یادداشت کردم که بعدش باید توجه بکنه با روانکاو در ارتباط باشه، باید مشاور داشته باشه. آیا زمان خاصی داره جناب، یا اینه که نه بستگی به افراد داره که چقدر تواناییشون باشه تا چقدر بتونن که کنار بیان با این قضیه، یا نه زمانبندی نداره؟ تا زمانی که اینا حالشون خوب بشه، مثلا اگه یه روانشناس، روانکاو داره باش کار میکنه، انقدر مدت زمان باید با این شخص کار کنه که دیگه مسائلی که در گذشته ایشون اتفاق افتاده وزنه سنگینی رویشون نداره، تبدیل شده به یه خاطره، نه یه تجربه سختی که هر موقع یادش میاد احساسات زیادی درش ایجاد میشه و شاید خدا نکرده نتونه بونه. روانکاو که شما الان میگید که من باید بهشون بگم روانکاو احتیاج داره در کنار فرزندشون باشه، آیا از نظر ذهنی هم اینها وقتی که این دوره روی حق رو تموم میکنن، آیا باز احتیاج نظر ذهنی هم پاک بشن یا نه فقط همین فیزیکالی و بدنی؟ او 100%.
100% باید بشن. بله، برای همین عرض کردم باید ادامه بدن تا زمانی که دیگه با روانکاوشون بعد از سلسله مراتب ریهب همچنان باید ادامه بدن، با روانشناسشون هم باید ادامه بدن. بله، تا زمانی که اون مسائل حل شده و همونطور که عرض کردم هر تجربه از سابق قدیم داشتن به صورت یه خاطره براشون مونده، نه یه مسئله‌ای که چارجشون میکنه، احساسات سنگینی درشون ایجاد میکنه. این میتونه 6 ماه، میتونه 1 سال، میتونه 4-5 سال تو بشه. من خودم 5 دقیقاً دقیقاً من 5 سال روان کار من خودم 5 سال روان درمانی شدم با خانم دکتر فرنودی و واقعا به من خیلی کمک کرد در دور بله در... واقعا دستشون در نکنه. و بعدش هم توسه در طول زمان و بعدش هم مسئله دیگه مهم دیگه جلسات 12 گامه است و راهنمایی که از این جلسات میگیرم. باید راهنما و همینطور که عرض کردم 4-5 تا سوبر سوشال سپورت گروپ، بچه هایی که پاک هم، بچه هایی که چند سال توی پروگرام هستن و پروگرام خوبی دارن، اونا هم راهنما دارن، اونا رو هم باید تو زندگیش بیاره. یعنی رفقهای جدیدی باید پیدا کنه که این رفقا جای رفقا و دوستان و وقت سابق رو بگیره، پر کنه که وقت سالمی باشه. دقیقا انشالله که همه خدای بزرگ کمکش میکنه و همه جوانای انشالله پات میشن و به کانون خانواده برمیگردن. ولی یه سری خدمت تجربه خوب شما، اطلاعات خوب شما، هیچکدوم این چیزایی که الان شما گفتید اصلا تو ذهن ما نمیرن. ولی الان شما خیلی ما رو آگاه کردین و بسیار سپاسگزاریم و ببینین که من همیشه برنامه خوب لط شما رو فالو میکنم. لطف میکنی. اگر وقت داری من یه چیز دیگه هم باید راجع به خانواده بگم. بفهمید، خواهش میکنم، خوشحال میشم بفهمید. خانواده‌ام باید پا به پای بیمار قدم های لازمه خودش رو برداره. بله، خانواده هم باید به جلسات مربوط، اول در دورانی که بیمار توی مرکز بازپروری خانواده باید بره به گروه روان درمانی های خانواده ها که گروه روان درمانی هستن، بعضی مراکز یک شب، بعضی ها دو شب دارن که مخلوطن، بعضی گروه ها فقط خانواده ها هستن، یه مشاور بهشون اطلاعات لازم و راجع به طبیعت بیماری اعتیاد، طبیعت بیماری وابستگی های متقابل میده، یعنی حالت سمینار مانند داره، اطلاع رسانی. یه گروه هایی هستن که مخلوطن، خانواده و بیمار با هم میشنن روبروی هم دیگه و مشاور مربوطه کمک میکنه که اینا صحبت هایی که گفته نشده یا شنیده نشده رو بتونن بزنن و مسائل سابق رو حل کنن با مطرح کردنش. خیلی مهمه، بهش میگن combined family group و خانواده باید به اون گروپ ها در زمانی که بیمار در مرکز بازپروری و توانبخشی بره مرتب، بعد همزمان باید بره به جلسات 12 گامه حمایتی خانواده ها. من اسم این جلسات رو نمیتونم بیارم چون جلسات یه نوع گمنامی داره که باید ما بهش احترام بذاریم، ولی این شخص یا خود شما میتونید بعداً با من تماس بگیرید، من اسم جلسات و حتی وبسایت‌ها رو هم بهتون میدم. و این جلسات حمایتی خانواده‌ها از جمله جلسات حمایتی خود بیماران معتاد و الکلی خوشبختانه رایگان هم هستن. یعنی بعد از مراکز بازپروری هم خانواده باید ادامه بده و رفتن به جلساتش، هم بیمار. خانواده به نظر من حتی رول خیلی خیلی جدی و تاثیرگذاری داره با الگو شدن. یعنی حالا با صحبت هم تموم شد، مسئله اینه من چقدر وقت داری من بهش اشاره کنم راجع به خانواده، که من دیروز توی همین گروپ خانواده ها باش کار میکردم که بیدارش کنم. خیلی خانواده ها باید بیدارشن ببینن چه نقشی داشتن در ایجاد فضایی که تو اون فضا بیماری اعتیاد حلول پیدا میکنه و رشد میکنه، پیشرفت میکنه. و باید نه تنها به این مسئله واقف بشن، بلکه باید مسئولانه این مسئله رو بگردن بگیرن و بعدش هم باید روش مسئله کار کنن که اون فضا از بین بره، یه فضای روحانی یا یه فضای طبیعی و سالمی در منزل ایجاد بشه یا در رابطه ایجاد بشه. برای همین خانواده هم باید خیلی آگاهی و بهبودی کسب کنن و نمیتونن همینطوری بشینن خونشون با بیمارشون رفتن به این مراکز، به این جلسات، این تحول در خانواده ایجاد شد. یعنی به عبارت اونا باید دقیقا این یا بیماری خانوادگی. تشکر از اطلاعات خوبتون و بعد اینه که من اگر اجازه بدید من قطع میکنم، ولی خیلی بدون مرسی بشنبن. مرسی، خیلی ممنون زنگ زدین. زنده باش، روز خوبی داشته باشید. شما همینطور، متشکرم. و با این تلفن من میپردازم به صحبتی که
با این خانواده گرامی داشتم. من دیشب تو گروپمون با یه پدری که فرزندش منزل ما هستن داشتیم کار میکردیم و بعد متوجه شدیم که چگونه این بیمار، این پدر گرامی رابطه ناسالمی با همسرش داره. و پس همچنان که شروع کردیم کندکاف کردن روی مسئله کار کردن، سوال کردن ایشون، به این علم واقف شدیم که ایشون 4 سال اول ازدواجشون رابطه خوبی داشتن، رابطه نسبتاً نزدیکی داشتن. ایشون میگه با همسرشون میرفتن سینما، میرفتن دم دریا قدم میزدن، خلاصه دیت میکردن، گل میخردن براشون، به قول ما قدیمی‌ها قربون صدقه‌شون میرفتن، میدونستن که چگونه بالو پر بدن به این رابطه. به قول آمریکایی ها نوریشن، یعنی برسن، مراقبت کنن، احتیاجات این رابطه رو فراهم کنن و میکردن متعهدانه. ولی متاسفانه فقط 4 سال طول کشید که قبل از حتی بچه دار شدنشون بود. گویا 11 سال با هم بودن که تازه بعدن بچه دار شدن و امروز هم میبینیم که بچهشون در مرکز ما داره بهبودی میگیره. علی هم دیگه عرض کردم عشق فراموش شده بود و رابطه سالمی نبود برای 5-6 سال توی اون زندگی زناشویی. که به نظر من بعد وقتی یه همچین فضایی توش نبادش بچه ای آورد. این نظر شخصی منه و فرق نمی کنه راستش میخواین تو این فضا مواد و مشروب هم باشه یا نباشه. البته بودنش بدتره، وخیمتره، ولی فضای ناسالم یه فضای ناسالم، یه رابطه ناسالم، یه رابطه ناسالمی. هیچ موقع ما باید فکر نکنیم با آوردن یه بچه رابطه سالم میشه. نه، یکی دیگر هم داریم اضافه میکنیم به این رابطه، به این فضای سمی. من واقعا سپاسگزارم که انقدر عقل شعور در من هر چقدرم کوچولو باقی مونده بود که در دوران تخریبم با یه فیلیپینی، دختر خانم فیلیپینی، دوست دختر دوست پسر بودیم و ایشون باردار شدن و من با زور جبر مجبور کردم بچه رو بندازم. راستش میخوایم با زور هفتیر. بله شاید به من امروز نخوره، ولی اون زمان خودم نبودم دیگه، یک معتاد بودم و مسائلی خیلی زیادی رعایت نمی کردم. به هفته رو گوشتم تو دهنش و مجبورش کردم که قبول کنه فردا صبحش بریم بچهشو بندازیم. طریقی که این کار کردم خیلی شرمندم، واقعا خجالت میکشم که میگم، ولی خوشحالم که این کار رو کردم. چگونه یه رابطه ناسالم، یه وابسته متقابل، یه معتاد بخوام بچه دارم بشن؟ شماهایی که پدر مادره که فهم میکنین بچهتون که معتاده ولی مزدوجه یه بچه بیاره زندگیش خوب میشه، خواهش میکنم بیدار شین. حالا چه پسرتونه چه دخترتون، اصلا همچین فکر رو سرتون خطور ندین، راه ندین. اون موقع 3 نفر زرش میکشن، یعنی یکی دارم اضافه، یا بعضی های بچه دار میشن یا نه این دختره بریم پسر دار بشیم، یا بالعکس این پسر یه دختر بیاریم، یا یکی دوتا باشه. نکنین این کارا رو شما، اینا تخریب های وابسته های متقابل خانواده یک معتاد الکلی که بهترین طرز فکرشون واقعا مخربه، آسیب رسانه. به هر صورت من خوشحالم که در دوران تخریب من بادار کردم این فیلیپینی رو که بچهشو بندازه و برگردم به صحبت این پدری که باشیم کار میکردیم که بعد از 4 سال ازدواج رابطه شده با یه رابطه ناسالم، رابطه ای که زن فقط به خونهش میرسید یا به فامیل خودش و تمیز کردن خونه، غذا پختن و غیره، مردم بیرون فقط کار بیاد خونه و بیفته و حتی کار زیادی، کار بیشتر، کارهای متفاوت که کمتر خونه باشه و با این فضای ناسالم روبرو بشه، یا به عبارتی معتاد به کار شدن. و
و در همچین فضایی بعد از 11 سال ازدواج یه بچه رو شده بودن و بعد به نظر خودشون رابطه خوب نشد، رفتن یکی دیگر هم آوردن. حالا دوتا بچه دارن، دوتا بچه ناسالم تو این فضا بزرگ شدن، یکیشون به سختی آسیب دیده و ویژگی وابستگی های متقابل و آسیب های روحی روانی شدید و اصلا یه بمب که هر لحظه ممکنه منفجر بشه و خودشو با کار و درس خوندن داره فعلا میگذرونه، ترمیم نه ببخشید، به بقای خودش ادامه میده با کار زیاد و درس خوندن زیاد. یکی دیگهش نه، 15 سال پیش آلوده شد، به مواد مشروب پناه بود. این هم 30 چند سالی که ازدواج کرده پدرش با مادرش. و دیروز ما داشتیم سعی میکردیم که به این پدر منتقل کنیم، این اطلاعات رو برسونیم که شما هم باید آستین بزنی بالا و رو خودت کار کنی و بتونی شاید فضایی ایجاد کنی که در اون فضا این بچه بتونه همچنان بهبودی بگیره و این بچه باید حمایت بگیره. باید ببینه تمام خانواده به طرف بهبودی دارن میرن، خانواده بیدار شدن، هر کدوم مسئولیت به گردنشون گرفتن برای شخصی که بودن، رولی که تو این خانواده داشتن و چگونگی انجام رولشون. من به پایان برنامه رسیدم، ولی هفته دیگه که میشه اوائل فوریه با اون برنامه صحبت خواهم کرد راجبه چگونه ما این پدر تونستیم بیدار کنیم، چه مراحلی طی کردیم که تا بتونیم بیدارشون کنیم، تا بپذیرن که چه تحولی باید ایشون در رابطهش با همسرش ایجاد کنه، چقدر کارهایی باید بکنه، چه مسیری باید عبور کنه که این رابطه رو بتونه بکنه یه رابطه سالم متعهدانه، چقدر باید روی مسئله کار کنه و چقدر هم وظیفه‌ش اینه. چون دوتا بچه داره، یکیش از وابستگی متقابل در عذاب در تخریب، یکی هم هر دو وابستگی متقابل و اعتیاد و الان داره بهبودی میگیره. ما چهارشنبه‌ها در مرکزمون فامیلی گروپ داریم، همون کامباین گروپ که بهتون گفتم، این گروپ مخلوط خانواده‌ها و بیماران، و این تنها گروپی ما داریم که آزاد، اوپنه، بازه برای شمایی که فرزندتون یا جگرگوشتون یا دوستتون هر کی هنوز بهبودی نگرفته و به ما ملحق نشده، میتونین با من تماس بگیرین یا شخصا حضورم بیاین یا از روی سکایپ ما میاریم میتون تو گروپ رو ببینین، تو گروپ باشین و مجموعیش خودتونم معرفی کنین و ببینین ما چگونه تو عمل کردمون چگونه است، چگونه با این مسئله روبرو میشیم، با هر دو بیماری وابستگی های متقابل و اعتیاد، و ببین اگه میتونه این مسئله رو شما برای شما کمک گذار باشه. و بس فعلا برای این هفته خیلی ممنون که با ما بودین، سپاسگزار از این خانم عزیز که تلفن کردن، از خانم تهرانی تشکر میکنم و از الف عزیز واسه همکاری و انجینیرینگ برنامه‌شون. تا هفته آینده خدا نگهدار. گرفتار شدن در چنگال اهریمن اعتیاد قدم گذاشتن به دنیای تاریکی ها و فناست. برای رهایی از بیماری اعتیاد همچون مواد مخدر، الکل، قمار، سیگار و دیگر اعتیادات، سیامک افشار در مؤسسه ترانسفورمینگ لایف سنتر با سالیان تجربه شخصی و حرفه‌ای دست یاری به سوی شما دراز می‌کند. سیامک افشار در مؤسسه ترانسفورمینگ لایف سنتر که دارای کلی امکانات و تجهیزات لازم و محیطی سرسبز و دلانگیز و آرامش بخش است، با سرویس کامل پذیرایی بیماران گرفتار شده به اعتیاد را بار دیگر به زندگی پر از تندرستی و خوشبختی باز می‌گرداند. مؤسسه تولد دیگر یا ترانسفورمینگ لایف سنتر به بیماران اعتیاد که در مرحله انکار می‌باشند، با مداخلات حرفه‌ای که به اینترونشن معروف است، به بیماران اعتیاد یاری می‌رساند. تلفن ترانسفورمینگ لایف سنتر را به خاطر بسپارید: 949 910 3585 و یا 818 590 0134.
زندگی زیباست.